در واقع یه تعداد سوال توی این گلدون هست که با خود خودت کار داره امیر قفارمنش عزیز. از این تعداد سوالا سه تاش رو مختار هستی که جواب ندی، اما از اون سه تا یکیش رو باید برای ما بخونی. اگر حاضری بسم الله. تعداد سوالای اینطور باید همه رو جواب بدم؟ سه تاشو میتونم جواب ندم؟ بله، اما یکیش رو باید برای ما بخونی. یکیش رو باید بخونم که جواب نمیدم و باید بخونم؟ بله. عجب. بسم الله. همه رو با هم در بیارم؟ یکی یکی دیگه. یکی یکی. تا بال دلت برای خودت سوخته؟ آره. یه کاری و کارگردانی کردم، تهیه کننده گفت پول بچه ها رو بدم، پول بچه ها رو بدم، پول بچه ها رو گفتم بده 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 بده، پول منو نداد. هر کاری هم کردم متواری شد و رفت، و وقتی دستم از قانون جایی بند نبود هنوزم دلم برای خودم میسوزه، ولی دعا میکنم میگم خدایا یه کاری بکن، اگه زورت زیاده که میدونم زیاده یه جوری پولمو بگیر برسون به هم، بلایی سر خودش و خانوادش نیاد. سوال بعدی. تو زندگی چقدر سعی میکنی خواست خداوند به جای خواست خودت قرار بگیره؟ یه روز یه میدونی هست تو محله ما که داشتم میومدم، یکی میدون داشت خلاف از این ور میومد، ترمز کرد، دوتا ماشین پیچیدیم، اینجوری نگاه کردم احساسم خیلی علنی داره خلاف میاد، یه چشم قره بهش رفتم. رفتم گفت چیه؟ چیه؟ مادرش و مثلا خانمش اینا هم تو ماشین بودن، بچه کوچی. نوع نگاه من اعتراض آمیز بود، باعث شد پیاده شد. گوشی های موبایل هست که بتونیم رو از صحبت کنیم، تو گوشم بود با این عینک، انقدر از پنجره اینجوری کرد به من، این عینک و اینا همه پرت شد. شاید مثلا اگه 7-8 سال قبل بود من حتما با ماشین دنده عقب میگرفتم میکوبیدم بهش، میگفتم وایس این افسر بید، و چون از من نعیف در بود حتما میزدمش. یه روزی که از دوستان بهم گفته بود عصبانی بشی آسیب خودت زدی، و تجربهات رو نگاه کنم این موقعی که عصبانی شدی و مثلا خشمتو نشون دادی آروم شدی، دیدم نه، اونجا شیشه ماشین رو دادم بالا رفتم، سعی کردم خودم تصمیم گیری نکنم، خودم تصمیمم اون بود. تصمیم گیری نکردم، اومدم رفتم پیش یک دوستام که آدمی که به اعتقاد من یه جوری به نظر من وصله به خداوند، ولی من خودم درگیر بودم، یعنی اینقدر با ایمان نیستم که بگم خب شیشه رو دادم بالا را افتادم، نه تو راهی میگفتم من نزدمش. اومدم رسیدم در مغازه دوستم آرش، گفتم آره این اتفاق پیش اومده اینا، گفت یه جمله عجیب، گفت ای ول دلت سوخت براش؟ گفتم برای چی؟ گفت برای این که حال اون ببین چقدر خراب بوده، قابل دلسوزیه. باعث شد از دوستم یه چیزی یاد گرفتم، آره زمانی که یکی دو چهار خشم به تو آسیب میزنه ولش کن، رها کن، جای خدا نشی، انتقام نگیر، بیا اون حالش خیلی خرابه، شاید نیاز به یه نوازشی هم حتی داشته باشه تو درگیری. این که انقدر با ایمان باشم تو همه شرایط اینو بخوام رعایت کنم اینجوری نیست، ولی تو سعی میکنم جایی که یادم هست، ما یادمون میره خدا، الان میگم بعد دقیقه دیگه یکی به پیش جلوم یادم رفته خدا بنده، سعی میکنم یادم بمونه، سعی هم. سوال بعد. دوست داری فرزندت چه خصلتی رو از تو به ارث نبره؟ خیلی از خصلت های منو، من دوست دارم فرزندم سالم تر زندگی کنه، دوست ندارم خیلی عاطفی بشه، دوست ندارم زود اعتماد کنه به آدم و دوست ندارم آسیب پذیر باشه. یعنی همه اینها رو امیر قفارمنش داره؟ آره داشتم. هم جنگی بودم، یادم احساساتی تنده جنگی اینجوری بودم دیگه. سلام. این سوال میخونم ولی جواب نمیدم.
باش. وقتی به زندگی نامت نگاه میکنی کدوم صفحه است که دوست داری نبود و حالا که از دوست داری پارش کنی؟ شاید شبیه به اون سوالیه که اینجا نوشتی دوست داشتی چه اتفاق تو زندگیت میفتاد که نیفتاد، همین سوال باشه. ولی این نوع کلماتی که چینشش چیزیه که اگه جواب بدم ممکنه آسیب به کسی دیگه هم بزنه، بنابراین ترجیح میدم پس اینو بذار اون طرف. خواهشم. ممنون. جواب نمیدی. سوال بعدی دیگه. نه. چی؟ جواب نمیدی احتمال. امیر غفار منش هر وقت به سمت چپش نگاه. چیه تره سوالتون کیه؟ کسی هست که الان بخوای حلالش کنی؟ آره. همین الان؟ زیادم آره. یعنی همین الان تصمیم گرفتی؟ نه نه. یکی دو نفرن که پس انداز کردم گوشه ذهنم گذاشتم خیس بخوره برای حلال کردنشون. سخته. ظاهرا میگیم بخشیدم ولی اون رفتار بیرونیمون حاکی از اینه که نبخشیدم. چند نفر هستن که بخشیدمشون خبر ندارن. براشون دعا میکنم خبر نداره. یکیشون خبر داره. حالا بر طریق چون از دنیا رفته. یکیشون خبر نداره چون هنوز در قید حیات. نمیخوای خبردارش کنی؟ خودش میدونه. چون اگر خودش میدونست که تا الان باید نه نه هم میرفت در زمره. نه چیزی بگم. چرا؟ من اتفاقهایی که بین من و اون افتاد حدودا نزدیک 15 سال پیش من بخشیدمش. سوال من آخری بود. جواب میدم. گفته های از خودت راضی هستی؟ چرا؟ اگر عوام به معنی از خود راضی بودن نبینن. نه از خود راضی نه. فهمیدم منظور چیز. سلسله مراتب سوالا حداقل اینو انتقال میده. اتفاقهایی که توی زندگیم افتاده و یه روزی میگفتم چرا من امروز راضیم، خوشحالم از تک تک اون اتفاقا. یه زمانی شاید مثلا ناراحت میشدم میرفتم مدرسه به امتی که مینداختم مثلا میگفتن چپول، چشم چپ من نمیده، سرسه داشتی هست، چشم چپ هم نمیبینم. ولی امروز احساس میکنم قشنگترین اتفاق زندگیم همینه که مادرزاد چشم چپ هم نمیبینه، چون یه عمدی داشته، یه توجهی از جانب خدا احساس میکنم بهم شده بوده دیگه، یه توجه، یه نوازش. احساس میکنم تو مملکتی که داریم کار میکنیم بی‌تعارف صحبت کنیم دیگه، بی سانسور، بچه های چش رنگی و خوشگل میان 20 میلیون اسپانسر میشن، سرمایه‌گذاری یه تلفیلم رو انجام میدن که بیان نقش دوی یه فیلم دیده بشن، 60 میلیون 70 میلیون میدن و هزینه میکنن که دیده بشن. ما داریم به پول میگیریم با همین قیافه و با همین نقص عضو و کار میکنیم دیده میشه. این خداوند شاید یه پیامی از طریق من داره میذاره برای کسایی که علاقمنده به بازیگرن که با بالا بردن مهارت‌های بازیگری. نمیدونم، من احساس میکنم خدا هر چیزی که میگیره یه چیزی میده، ازش راضیم. سوال بعدی نداریم دیگه. گلدون رو برداری یه دونه داری. بذارم اون زیر باشه، این خیلی لغ میزنه. گفت فکر میکنی چی امیر قبل از اینکه باز کنی؟ نمیدونم. حدس میزنی چی باشه؟ به هر حال منفک شده از بعد. میشه
مثلا یه چیز مثلا شب اینکه آخرین باری که مثلا کسی و پدرش در بودی کی بوده یا مثلا دلت برای کی تنگ شده مثلا. خب این دوتا رو جواب بده. نه حالا جدن دلت واسه کی تنگ شده همین الان؟ یه دوست دارم اسمش محسنه، این ایران نیست، دلم برای اون خیلی تنگ شده. برای مادر من دارم تنگ شده. خدا رحمتشون کنه. باز کن. کات میدی؟ یعنی نمیخوای اونو باز کنی؟ نه، ایله هزه. کات خورد دیگه. نه درد نه صدیک بگیم بریم جان صدیک بگیم بریم 3 2 1 بریم خیلی نامردی اینو نوشته بودیم توش؟ آره، دقیقا اینو نوشته چی نوشته بود؟ یکی از سوالاتی که رد کردی باید جواب بود خطای زندگی تو چجوری جبران کردی؟ جمله یکی به یه روز گفت بهم، مال من نیست یه جمله رو یکی بهم گفت یه محمد نامی گفتم که توی خیر رسوندن یه اتفاق خوبی توی دل آدم میافته جملهش خیلی خوب بود بذار این بذارم زیر این گله صدا نده گفتش که چیزایی که توی این دنیا جمع کردی میگردی یا جمع میکنی همه رو باید بذاری توی این دنیا بری ولی یادت باشه چیزایی که بخشیدی با تو میاد اونور عجب کدی داد به خدا خیرش بده جمله خیلی قشنگه خیلی ممنون امیر غفارمنش عزیز عاطفی طناز دوست داشتنی حاضر جواب شد دیگه نگفتم خسته نباشی سلامت باشی